به شم هش نعسه تورات و در ادامه قوانین بیکت تورا در لوکای نشاما سیمان چلو هفت خب همون که گفتیم براخهای تورایی که در بیکت شخر تنظیم شده در قسمت آخر به خاطر آموزش توراست انسان شخصی که میخواد آموزش تو را داشته باشه هنگامی که در شب خواب معین بر تخت خواب میره باید حتما براخا تو تورا گفته بشه در چه مواردی لازمه براخای تو تورا گفته بشه اگر انسان از خواب بیدار میشه حالا چه در نیمه شب چه در صبح تا اینکه اگر میخواد مشغول شه به خوندن آموزش میقرا یعنی میخواد سیدور خوندن یاد بگیره حتی معلمی که میخواد به یکی آلف بت زیاد بده موظفه به گفتن براخاتورا همچنین کسی که میشنا میخواد بخونه کسی که میخواد گمارا حلاخا نیز بخونه باید حتما در ابتدا براخای تورا را در صبح بگه و خیلی این گناه سنگینی داره کسی که میاد و مشغول میشه به آموزش تورا یا به گفتن حلاخا بدون اینکه که تورا را در الوکرن شما بی بگیم شخص که در نیمه شب بیدار میشه از خواب یا در صبح از خواب بیدار میشه تو ذهنش میخواد دیور تورا مطالب تورا آموزش تورا داشته باشه مروری بر حلاخا یا آموزش هایی که داشته بکنه آیا نیازه که آم... براخا تورا بگه یعنی قبل براخا تورا ممنوعه که وسوسه تورا کنه خیر مجازه وسوسه چون ما یه قانون داریم هیرهور لاب که دیبور وصفصه کردن همانند صحبت کردن نیست بنابراین میتونه قبل از براخاتورا موارد و دیورتورا را در ذهنش دوره کنه و مشکلی نداره اگر شخصی میخواد مطالب تورا را بنویسه روی کاغذ آیا مجاز قبل از اینکه که بگه دیور تورا یا مطالب تورا یا حلاخا را, را رو کاغذ بنویسه طبق نظر ماران شور آروخ انجام این کار ممنوعه و باید حتما کسی که میخواد بنویسه در اول بیاد و براخاتورا بگید چندین دلیل داره اختلاف مخلوقت خیلی بزرگ بین پسقین برخ از پسقین هستن میگن نوشتن مثل وسوسه کردنه یعنی نیاز به گفتن براخاتورا نداره مثلا اگر در نیمه شب بیدار میشه میخواد دوتا تا برا... دوتا حلاخا بنویسه روی کاغذ نیاز به وصفصه... نیاز به گفتن براخاتورا نیست ولی طبق ماران شورخانا روخ ایشون میفرماین که نه اگر میخواد مطالب حلاخا را بنویسه این با وسوسه کردن فرق داره و باید حتما براخاتورا بگه چرا چندین چهار دلیل براش وجود داره که حخامین میگن تو میشنا به اورا میاره توی ابی هم میاره که نوشتن از وسوسه کردن مهمتره دلیل اول انسان با نوش، نوشتن به دیگرها میتونه یه مطلب یا یاد بده ولی با وسوسه چیزی که تو ذهنش میاد وسوسه میکنه نه مورد دوم در نوشتن عمل وجود داره یعنی یه کاری داره انجام میده ولی در وسوسه کردن دیوت تو ذهنش نه سوم اینکه وقتی انسان داره مینویسه احتمال اینکه از دهنش خارج بشه مطالب قدوشایی وجود داره چهارم اینکه وقتی که یه شخصی میاد یه مطلب یا مینویسه بیشتر تو ذهنش میمونه اون مطلبه تا اینکه بخواد وسوسه کنه خب در هر صورت به خاطر که اختلاف خیلی بزرگی وجود داره در این مورد و مبادا که اگر شخص نیمه شب بیدار میشه میخواد مطالب قید و بنویسه بگه طبق ما باید برا را بگه ولی چون برخ از پست نیم اصلا میگن نباید برا را بگه و چون ما میترسیم که شاید برا خاش برا نباشه چون ما یه قانونی داریم اه... کلال گادول به یادینو صفق برا خله عاقل افیرو نگد شول در مواردی که شک براخاست و حتی برخلاف ماران شورخان آروخ مثلا میگیم بلاخارا نگه بابش که ماران میگه بگیم چه کار کنه دو تا کار وجود داره بعد از اینکه بلاخا تراب میگه بعد از این که بلاخا تورا را میگه طول کردن شما قسمت یه وارخ و در بر ادونایل مشل مرد در بر لهرون یه وارخ را بگه که این پاش حساب میشه دیور تورا و بعد مشغولش بنوشتن. به نوشتن و اگر این پاسخه یه وارخ خارا نمیگه چه کار کنه بیاد و هنگامی که داره مطالب قدوشایی یا یا دیورتورا را می نویسه از دهنش خارج کنه که دیگر از هر شک و صافق خارج بشه